سلام و درود به شما عزیزان جان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در خدمت شما هستیم با یک بسته تحلیلی در این ساعت. و اما در بخش اول در خدمت آقای واحدی هستیم با برنامه تحت عنوان ترس آشکار خامنه ای و حسن نصرالله از حملات آمریکا، و در بخش بعدی هم میپردازیم به شرط سازمان سینمایی برای بازیگران زن. پس تا پایان با ما همراه باشین. در بخش اول برنامه امروز آقای واحدی به سخنرانی حسن نصرالله رهبر گروه تروریستی حزب الله لبنان میپردازه و میگه که حسن نصرالله یا همون حسن خرس الله هم مثل اربابش خامنه‌ای خیلی ترسیده و مهمترین نشونه ترسش هم نیاوردن نام حماس در کل سخنرانیاش بود و میگه همونطور که خامنه‌ای اسم حماس رو تو سخنرانی‌های جدیدش نمیاره، حسن هم اسم حماس رو نیاورد. و در ادامه به دستوراتی که خامنه‌ای به حسن داده میپردازه و میگه که آمریکا گفته که اگه حسن نصرالله در جنگ دخالت کنه ایران رو بمباران میکنه. آقای واحدی در این برنامه به تمامی زوایای صحبت‌های این آخوند تروریست میپردازه و پشت پرده خیلی چیزا رو برای شما بیننده‌های عزیز روشن میکنه. پس این ویدیو رو از دست ندین. نمیدونم شما چقدر صحبت‌های حسن نصرالله پیگیری کردید. من متاسفانه ناچار بودم که کامل گوش کنم از اولش. یه بیمزده بازی شبیه حسن روحانی داشت سر قضیه بنزی که گفت منم جمعه فهمیدم، حالا حسن نصرالله هم شنبه فهمید که میگفت ما در جریان نبودیم. این مسئله کاملا 100% فلسطینی بوده، در حالی که خود حماس روز اول اعلام کرد که جمهوری اسلامی به ما در این زمینه خیلی کمک کرده. خامنه‌ای هم خب تکذیب کرد، ضمن اینکه گفت دست و بازوی عواملش رو میبوسم ولی ما دخالت نداشتیم. به نظرم، حالا من ابعاد مختلفش رو صحبت میکنم، حسن نصرالله علتی که یک نوع اوائل صحبتش دو سه بار اسم حماس رو آورد، فکر میکنم یا حواسش نبود یا حالا به یه دلیل آورد، ولی در بقیه صحبت‌ها همش از غزه میگفت و فلسطین، اسم حماس رو دیگه تکرار نکرد، همش رو غزه پیروز میشه. ولی یکی دو بار اول دو بار فکر کنم یا سه بار اسم غزه رو حماس رو آورد. نوع صحبتاش هم من یاد یک جوکی انداخت که در زمان جنگ میگفتن که یک هموطن ساده دل ما یه هواپیمای عراقی رو دزدید، بعد برش کردن تو فرودگاه بغداد و گفت تا صدام نیاد من این هواپیما و مسافرنش رو آزاد نمیکنم، اگه نیاد هواپیما منفجر میکنن. خلاصه گفتن صدام اومد و گفت بگو ببینم چی میخوای. گفت من به عنوان یک ایرانی به تو دارم میگم اگر همین امروز جنگ رو تموم نکنی پس کی تموم میکنی؟ حالا حرفای حسن نصرالله هم تو همین مایه ها بود. نکته اولی که به ذهن من میرسه اینه که ببینید، اولا تلاش میکنن برخلاف ادعاهایی که سابق میکردن، تلاش میکردن که خیلی موضوع رو بزرگ نشون میدندشون، لذت میبردن، شیرینی پخش میکنن که صهیونیست‌ها کشته شدن، حتی خامنه‌ای میگفتش که اینا همشون نظامی هستن. حالا اگه غیر نظامی هم توشون بوده مگه چند تا بوده؟ یعنی لذت میبردن که تعداد زیادی نظامی اسرائیل رو کشن و میگم خامنه‌ای میگفتش که اینا که اصلا غیر نظامی ندارن، اگر هم توشون بوده مگه چند تا بوده؟ یعنی اینا آدم رو هم با انگوش دست میشونن، مثلا اگه 100 تا باشه اشکال نداره، 200 تا باشه اشکال داره. کشتار و قتل و شکنجه و عذاب دادن مردم و گرسنه نگه داشتن مردم، فاسد شدن بعضی از زنان و دختران از سر ناچاری یا تن دادن به کارهایی که با میلشون نیست، کاهش سن فحشا، کاهش سن اعتیاد، این اصلا میگن حالا مگه چند تا اینطوری شده؟ حالا تو جمعیت 80 میلیون 10 میلیون تاش هم اینطوری شده. ولی به هر حال بعد از اون حرفای عجیب غریبی که می زدن که خیلی احساس پیروزی میکردن، شیرینی پخش میکردن، حسن نصرالله اومد یه حرفی گفت که تا حالا حتی حماس هم ادعا نکرده بود. و جالبه که اینا میگن ما در جریان نبودیم، حمله همش کار خود حماس بوده، ولی اینا هر کدوم یه توجیهی کنارش میذارن. حرف حسن نصرالله این بود که به زودی دنیا خواهد فهمید که خیلی از افرادی که کشته شدن با سلاح اسرائیلی کشته شدن. اینو خواسته که خود اسرائیلی‌ها این کارو کردن. یعنی تموم شد اون من آنم که رستم بود پهلوان دلیر، تموم شد، هر کسی این کاری کرده غلط کرده، به اینجا داره میرسه. اون این اولنش بود. ثانیا من معتقدم که
تو حرفایی که حسن نصرالله میزد یک گله تلویحی از حالا یا گله از حماس یا توجیه این که علارغمی که حماس روز دوم از اینا درخواست کمک کرد و همون روز دوم حسن نصرالله گفتش که ما برای برادرانمون در حماس آرزوی سلامتی میکنیم، اما به خاطر وضعیت خلع دولت که در لبنان هست ما نمیتونیم مستقیم کمک کنیم. اما حالا امروز میگفتش که ما از همون روز دوم، گفت ما شنبه فهمیدیم 7 اکتبر از روز 8 هم وارد شدیم، یعنی حداقل این رو اعتراف کردن که میگفتن که در روز اول دوم هیچ حمله‌ای به لبنان وجود نداشت. قطعا اگه دوستان مشخص کنن، حالا ممکنه بعدا بگن اسرائیل حمله کرد ما جواب دادیم، ولی اون چه مسلمه حتما با قاطعیت میشه گفت روز 1 شنبه 8 اکتبر هنوز اسرائیل حمله به لبنان نکرده، ولی این میگه ما از روز 8 وارد عرصه شدیم. ولی یک نوع به نظر من مثلا میخوان بگن که ما اگر همکاری نکردیم برای اینکه حماس هم با ما همراهی نکرده یا مثلا ما رو در جریان نداشته، که البته قطعا دروغه. نوع من خودم قبلا گفتم که قطعا جمهوری اسلامی در جریان زمان بندیش نبوده، اما اینکه بگن که حماس به تنهایی کار کرد، حماس حداقل اون چه مسلمه از روسیه کمک گرفته و روسیه تا امروز برنده اصلی این حادثه است، به طور کامل تونسته حواس ها رو از مسئله اوکراین منحرف کنه و این پیروزی بزرگی در کوتاه مدت و میان مدت برای روسیه است، این چیزی که من روز اول عرض کردم. خب الان یواش یواش دیگه حتی این ادعاها هم داره میره کنار، انقدر بحث درگیری ها در غزه بالا گرفته و انقدر انعکاس های مختلف در سطح جهان داشته که دیگه حالا حتی آمریکایی که چند روز وارد شدن و میگفتن که روس ها عاملین قصه هستن، حتی به این هم اشاره نمی کنن آمریکایی ها. موضوع روسیه و اوکراین رو رها کردن، در داخل حاکمیت آمریکا هم یک اختلافی در مورد افزایش کمک ها به اوکراین وجود داره که این میتونه بر سرنوشت جنگ اونجا هم اثر داشته باشه. به هر حال تا این لحظه برنده اصلی جنگ غزه روسیه است به قیمت تلفات 8-9000 10000 نفری فلسطینی ها، یعنی عملا حماس قاتل تروریست مردم غزه رو تبدیل کرد به یک سپر گوشتی برای اهداف خودش. خودشون دارن میگن که ما گروگان گرفتیم رفتیم تعداد رو به قول خودشون اسیر گرفتیم که با زندانیانمون مبادله کنیم. یعنی چی؟ من این مدت چند بار گفتم معنیش اینه که به قیمت کشته شدن 9000 انسان عادی فلسطینی که حدود 4000 تاش کودک هستن و به قیمت تخریب طبق ادعای حماس 200000 خانه فلسطینی ها، حماس می‌خواست زندانیان خودش آزاد کنه. همه جای دنیا نیروهای مسلح فدای مردمن، اینجا ظاهرا مردم فدای نیروهای مسلح باشن و البته سران نیروهای مسلح هم که برخلاف همه جای دنیا در جنگ نیستن، در هتل‌های لاکچری قطر دارن پول‌هایی که از جمهوری اسلامی و جای دیگه گرفتن شمارش می‌کنن. بعدم با وقاحت میگن که تونل‌هایی که ما حفر کردیم به هیچ وجه برای پناه دادن به مردم نیست، وظیفه پناه دادن به مردم عادی به عهده سازمان ملل، ما اینو فقط برای نیروهای خودمون درست کردیم. اینا پاسخ به کسانی که میگن کمک به فلسطین، کمک به فلسطین نیست، کمک به یک گروه خاص تروریست که اونا هم مثل سران جمهوری اسلامی که فقط شناسنامه ایرانی دارن، اونا هم شناسنامه فلسطینی احتمالا دارن. اما نکته که به نظر من وجود داره، صحبت های نصرالله خوب هیچ نکته جدیدی توش نبود، همین روزخونه هایی که همشون گفتن، همین حرفا رو مداهای جمهوری اسلامی میگفتن که حالا از طرف این اعلام میکنه که یعنی فقط میشه گفتش که حسن نصرالله امروز رسما در موضع سخنگوی علی خامنه ای صحبت کرد، چون اگه قرار بود که فقط از طرف حزب الله لبنان صحبت کنه تکلیف مشخص بود. بعضی از حرفا که اگر اسرائیل مثلا لبنان رو تهدید کنه ما هم جواب میدیم، یا مثلا ما در جواب بعضی از حملات اسرائیل حمله کردیم، موشک زدیم، این حرفا بود گفت. اما اینکه از طرف حوثی های یمن صحبت کرد، از طرف حزب الله عراق صحبت کرد، از طرف گروه هایی در کشورهای مختلف صحبت کرد، همه گروه هایی که به نوعی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هستند، یعنی عملا نصرالله نشون داد که داره به نمایندگی از خامنه ای صحبت میکنه، نمایندگی از کسی که مسئولیت تأمین مالی همه این گروه های ماجراجو و تروریست به عهده داره. به هیچ وجه به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان صحبت نکرد، اشاره کرد به کشورهای مختلف اشاره کرد و این به نظر من معنی دار بود که مشخص بود که از طرف جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه. باز هم ادعای خامنه ای رو تکرار کرد که
جمهوری اسلامی در جریان نبوده، ناچار بود که بگه به صورت به خصوص که حزب الله در جریان نبوده، برای اینکه هیچ کس دیگه در دنیا باور نمیکنه که حزب الله یک کار مستقل از جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در مورد سایر گروه ها من قبلا گفتم، حماس حتی جهاد اسلامی که وابستگیش به جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از حماسه و البته اونها هم شیعیان رو کافر و مشرک میدونن، در این حال حماس و جهاد اسلامی وابسته 100% جمهوری اسلامی نیستن و هر میتونن یه جایی ادعا کنن استقلال دارن، کما اینکه در جریان جنگ سوریه حماس موضعی کاملا مخالف موضع جمهوری اسلامی داشت، بیشتر نزدیک بود به عربستان و بعضی از کشورهای دیگه، اما حزب الله نمیتونه. به همین جهت حسن نصرالله هم ناچار بود که از طرف جمهوری اسلامی دوباره حرف جمهوری اسلامی تکرار کرد و هم اینکه اعلام کرد حزب الله لبنان، گفت ما هم شنبه خبردار شده. میگم ظاهرا شیخ حسنا همشون خیلی بیمزه و لوسن، مثل شیخ حسن روحانی که میگفتش که منم صبح جمعه فهمیدم که بنزین گرون شده. خب اینا رو داشته باشید. در کنارش من یه نکته به ذهنم اومده از روز اول، دیروزم دیدید من با خیال راحت گفتم که اتفاق خاص نخواهد افتاد، همینقدر که درست در همون ساعاتی که حسن نصرالله قرار صحبت کنه و تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی و مش احمقی که واقعا اینا رو باور کردن میگفتن که حتی یه کلیپی نشون دادن که دستش روی انگشتش روی جدار فشار میده که آقا تمام شد، داره اخطار میده پدر اسرائیل در میاره، ولی من دیروز خدمتتون عرض کردم که این با توجه به اینکه درست در همون ساعاتی که نصرالله قرار صحبت کنه بلینکن میره تل آویو، با اعلام قبلی هم میره، یعنی میتونه خودش یک هدف حمله باشه. یقینا آمریکایی‌ها جدی نگرفتن موضوع رو و خیالشون راحته که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. از یک نگاه دیگه هم میشه به موضوع پرداخت و اون اینکه کاملا هماهنگ با آمریکاییاست. ببینید از ابتدای جنایت 7 اکتبر حماس، جمهوری اسلامی تلاش گسترده، آمریکا تلاش گسترده‌ای کرده که نشون بده جمهوری اسلامی در این قصه دست نداشته. این خیلی مهمه، دقت کنید، این عرض من مرتبا به دنبال تبرئه جمهوری اسلامی بوده و که من از روز اول خدمتتون عرض کردم دو دلیل داره. دلیل اولش این که از همون روز اول که موضوع مطرح شد، بلافاصله که در داخل آمریکا یه سری افراد، بعضی از ایرانی‌ها، بعضی از رسانه‌ها شروع کردن حمله کردن به دولت بایدن که اینم ثمره پول‌هایی که تو آزاد کردی و از همین پول‌ها داره استفاده میشه برای کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، که طبیعی هم بود. خب دولت بایدن برای اینکه اینو رد بکنه، بگه پولی که ما دادیم خرج کارهای تروریستی حماس نشده، اومد گفت نه جمهوری اسلامی اصلا در زمین نقش نداشته، با اینکه هم روز اول حماس گفت، ولی به نظر میسه با مشورت کردن بعد از چند روز خامنه‌ای اومد گفت ما دست نداشتیم. دلیل دومش هم باز من عرض میکنم خدمتتون که چرا آمریکا اصرار داشت که بگه که جمهوری اسلامی نقش نداشته، این بود که دنبال این بودن و هنوز هم هستن، اگر بتونن حالا از بعضی از گرفتاریهایی که الان دارن خلاص بشن، دنبالن که بگن که اصلا طراح و عامل اصلی و منتفع اصلی این حملات روسیه بوده. خب برای اثبات این قصه باید جمهوری اسلامی رو یا حذف کنن یا نقشش رو خیلی کمرنگ کنن که نقش روسیه رو پررنگ کنن، چون اگه نقش جمهوری اسلامی اونجا مطرح باشه دیگه کسی نمیاد، و اگر واقعا جمهوری اسلامی مستقیم در حمله نقش داشته دیگه نمیشه روسیه رو وارد کرد. خود جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها و بارها در کنار حماس و حزب الله کارهای تروریستی کرده و اگر بگن جمهوری اسلامی بوده طبیعتا بخش سهم روسیه یا حذف میشه، خیلی کم رنگ میشه. به این دو دلیل، اینکه بایدن از عمل کرده کثیف خودش در آزادسازی پولهای جمهوری اسلامی دفاع کنه، بگه ما پولی که داریم خرج کار تروریستی نشده، و ثانیاً حمله 7 اکتبر رو به روسیه نسبت دادن. من تصور میکنم صحبت های امروز حسن نصرالله و اینکه همزمان با این صحبت ها علارغم حالا حداقل فرضیاتی که وجود داشت یا شایعاتی که وجود داشت یا تصورات یا احتمالاتی که وجود داشت که ممکنه حالا یک بار یک حرکت خاصی هم انجام بده، با توجه به اینکه قبلش گفته بودن که حسن نصرالله تا صبح روز جمعه مهلت داده به اسرائیل که عملیات متوقف کنه، خب این که آمریکایی‌ها خیالشون راحت بود در نظر میرسه، من تصور میکنم که این کاملا هماهنگ شده و اصلا حسن نصرالله هم در راستای همین سیاست صحبت کرده. بخاطر اینکه طبیعیه، حالا بعضی میان به من میگن که آقا تو تریبون ها خامنه‌ای داره با آمریکا فحش میده، آمریکا میگه جمهوری اسلامی نه، بعد اینا که طبیعیه، یعنی خیلی شما این چیزا رو تعجب نکنید. بعضی از جنگ ها جنگ های زرگریه و البته اختلافاتی هم وجود داشته، اما در کلان قصه به نظر من یک هماهنگی وجود داره و این صحبت های حسن نصرالله هم در واقع تقویت
این فرضیه بود حداقل برای رسانه‌های آمریکا و برای سیاستمداران آمریکا و بعضی از سیاستمداران که هم حزب الله گفته ما نقش نداشتیم که عامل اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است و هم جمهوری اسلامی، که عملا اون دو خواسته دولت آمریکا محقق شه. به گمانم این که عرض می‌کنم آمریکا خیالش راحت بود در جریان حالا ساعتی قبل و ساعتی بعد از سخنرانی حسن نصرالله هیچ اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد، هیچ خطر امنیتی تهدید نمی‌کنه وزیر خارجه‌اش رو، که راحت می‌تونه ترابی اونجا همونجا تا مصاحبه انجام بده. به گمانم این فرضیه رو تقویت میکنه که حتی این سخنرانی کلیتش با هماهنگی آمریکایی‌ها بوده. ببینید دوستان، من بحثم این نیست که الان آمریکا با جمهوری اسلامی اختلاف نداره یا جمهوری اسلامی تلاش نمیکنه که ضربه‌ای به آمریکا بزنه، این بحث جداست. اما در این قصه من گمان میکنم که یک هماهنگی وجود داشت و همین یک اعتماد خاطر، یک اطمینان خاطری به آمریکایی‌ها داده بود که هیچ خطری متوجه وزیر خارجه‌شون نیست و به راحتی رفت اونجا و در اونجا صحبت کرد. خب حالا آمریکایی برای این که من فکر کنم که حالا دو طرف هست، اینطور نیست که فقط یک طرفه، حالا حزب الله و جمهوری اسلامی فقط یک کوتاه آمده باشن، امتیاز هم گرفتن حالا حداقل به نظر من امتیاز انسانی ظاهرش، اون این که فشارها روی اسرائیل برای آتش بس یا حداقل یک توقف عملیات دارن زیاد میکنن. یک نکته که در روزهای اخیر به هیچ وجه آمریکا اشاره نکرده بود و امروز بلینکن اشاره کرد، مربوط به حملات واقعا کثیف و جنایتکارانه بعضی از شهرک‌نشینی‌های اسرائیلی علیه مردم کرانه باختری بود. ببینید امروز هم حتی CNN پخش میکرد تصاویر بسیار تأسف انگیزی نشون میده که یه مش از همین حزب اللهی های خر که ما در ایران داریم، آتش به اختیارها در اسرائیل هم هستن، میرن مزاحم افراد فلسطینی که در بیچاره در چادرن یا در کپری زندگی میکنن، حمله میکنن، تیراندازی بهشون میکنن، کتکشون میزنن، آزار اذیت میکنن. برای اولین بار امروز بلینکن اشاره کرد که ما از حالا اسرائیل متعهد شده که در برابر این اقدامات، حالا اون نگفت جنایتکاران، من میگم واقعا کارهایی که بعضی از شهرک‌نشین‌های اسرائیلی میکنن واقعا جنایته و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. ما ببینید، من که میگم نباید انسانیت در ما بمیره، همونقدر که کثافتکاری حرامزاده های حزب اللهی ایران رو میگیم، این رو هم باید بگیم. یعنی واقعا رفتارشون، فقط میشه رفتار این شهرک نشینای اسرائیلی رو مقایسه کرد با آتش به اختیاران حزب اللهی آدمخوار جمهوری اسلامی. خب این حرفی که به نظر من امروز بلینکن برای اولین بار در این 4 هفته زد خیلی مهمه. یعنی تا به حال به این نکته اشاره نکرده بودن که قراره که اسرائیل تعهداتی در مورد، یعنی نگفت تعهدات، بلینکن گفتش که اسرائیل قرار شده که با این موضوع هم نسبت به این موضوع هم بررسی کنه و اقدامات لازم رو انجام بده که حالا یه نوعی جلوگیری کنه از کارهایی که شهرک‌نشین‌ها دارن انجام میدن. این نمیخوام بگم حالا آمریکایی از سر انسان دوستی این کارو کردن، که من خیلی اعتقاد ندارم که اصلا هیچ سیاستمداری در دنیا از سر انسان دوستی کاری انجام بده. آمریکا در داخل اینجا به شدت با یک بحران مواجهند، یک تهدید انتخاباتی بالا سر دموکرات‌هاست که تا حدودی مسلمان‌ها و عرب گفتن که قبلا هم در انتخابات سال 2020 از بایدن حمایت می‌کردن، الان گفتن که اگر آمریکا به اسرائیل فشار نیاره برای آتش بس رأی نخواهند داد. البته عرض میکنم ببینید این تهدید خیلی کار نمیکنه، ولی حداقل میتونه یک توجیهی برای دموکرات ها باشه که وقتی میرن با بعضی از همحزبی هاشون که به شدت و افراطی از اسرائیل دفاع میکنن بگن آقا ما رأی اون در خطره. ولی برای من جالب بود که دیروز یا پریروز یکی از اعضای همین انجمن، یا نمیدونم اسمشون چه، به هر حال مجامعی که مسلمانان آمریکا دارن که قبلا این طرف هم در وزارت خارجه آمریکا سمتی داشته، صحبت میکرد با تلویزیون CNN و اون تهدید کرد، گفتش که اگر این طور باشه مسلمانها و اعراب در انتخابات سال 2024 به بایدن رأی نخواهند داد و در انتخابات کنگره به دموکرات ها رأی نخواهند داد. بعد خبرنگار بهش گفتش که خب شما اگر به بایدن و دموکرات ها رأی ندید که باید برید به ترامپ رأی بدید. حتی اسم ترامپ آورد، مثل که مثلا از نظر نام قطعی شده که کاندیدای جمهوری خواه ترامپه، یا به هر حال در انتخابات کنگره به جمهوری خواه، اونا که رفتار شما بدتره. این هم گفت ما این نگرانی داریم، ولی ما انقدر مسائل امروز برای مهمه که از حالا به یک سال دیگه فکر نمی کنیم. یعنی یک تهدید تو آب نمک دو طرف برای هم دیگه نگه داشتن.
ولی اونچه مسلمه الان در داخل آمریکا حداقل مشکلی که دموکرات ها به عنوان دولت مستقر دارن این تظاهرات گسترده ای که در بعضی از ایالت ها انجام شد، البته به شدت فروکش کرده. اون یه مقدار زیادیش تاثیر نمایش های دروغین مربوط به بیمارستان غزه بود، عصبانیت کاملا طبیعی و به حق ایجاد شده بود، خیلی از مردم ناراحت بودن. ولی به هر حال تهدید تظاهرات یا این بحث تهدیدهایی که علیه یهودی ها وجود داره، کمیسیون های ویژه درست شده و البته دولت بایدن باز داره یک زرنگی میکنه، در که با اینکه تهدید علیه مسلمان ها خیلی کمتره، وجود یا اصلا وجود نداشته. یک مورد داشتیم، یک صاحب خونه آدمخواری که 71 ساله یک بچه 6 ساله فلسطینی رو با قساوت کامل با 26 ضربه چاقو کشت، ولی به اون معنا تهدیدی علیه مسلمان ها وجود نداره. ولی معاون بایدن صحبت میکرد، کاملا هریس، میگفتش که ما هم یهود ستیزی و هم اسلاموفوبیا رو باش مبارزه میکنیم که داره به شدت گسترش پیدا میکنه. حداقل، حالا من میخوام این ازجت توضیح بدم، حداقل نگرانی که دولت بایدن و دموکرات ها دارن اینه که یک ناآرامی در کشور ایجاد شه به خاطر این مسئله. به همین جهت تلاش میکنن خودشون رو، اگرچه خیلی صریح و آشکار همین امروز هم بلینکن گفتش که اسرائیل هرگز تنها نخواهد ماند، وزیر خارجه آمریکا. ولی خب امروز لحنش به نظر من خیلی جدی‌تر بود نسبت به اسرائیلیا و از این جهت تصور کنید پشت پرده یک تفاهماتی با جمهوری اسلامی انجام شده که حسن نصرالله بیاد یک حرف کاملا بی‌خاصیت بزنه که تهدید جدی علیه اسرائیل نباشه، برخلاف اون توقعات و تصوراتی که ایجاد شده بود. از این برم آمریکایی‌ها بیان مثلا یک فشاری روی اسرائیل بیارن. من حتی دیدم که بلینکن در خود اسرائیل صحبت کرد، گفتش که اگر این بمبارون‌ها ادامه پیدا کنه اون همراهی و همدلی که در دنیا به خاطر جنایت‌های حماس در اسرائیل ایجاد شده از بین میره و حتی این حرف زد، گفتش که این حرف من این نتیجه هفته‌های آینده نخواهد بود، نتیجه روزهای آینده خواهد بود. من از این جهت تصور میکنم که یک به شدت این لابیست‌های جمهوری اسلامی فعالن و تلاش میکنن که همچنان دولت بایدن رو با جمهوری اسلامی در تماس نگه دارن، توافق کنن پشت پرده. و من میگم صحبت‌های مختلف حسن نصرالله رو که دیدم، اشاره کرد مقاومت عراق وارد مرحله جدید شده، موشک های یمن خواهد آمد. میگم این اصلا کاملا مشخص بود به عنوان سخنگوی جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه، وگرنه حزب الله لبنان چه کاره حوثی های یمنه، چه کاره حزب الله عراقه. عرض به حضور شما که بعدم حالا یه سری حرفایی که برای اینکه مثلا حماس رو دلخوش کنه، چون حماس به شدت از نه دلخوره، گفتش که ما تا حالا موفق شدیم یک سوم نیروهای اسرائیل رو در مرزهای لبنان معطل کنیم. طبیعتا همینقدر از توان اسرائیل برای سرکوب مردم غزه کاهش پیدا کرده. اما وقتی مجموع صحبت‌ها حدود یک ساعت صحبت کرد، میدونید که در میادین بزرگ تهران هم مونیتور گذاشته بودن، سخنرانیشو پخش میکردن. فکر میکنم خیلی از اونا که رفته بودن تصور میکنن که حالا یک قوقایی خواهد شد، البته زرنگی کردن. اینا دفعه قبل رفتن فرودگاه مهرآباد، با اینکه از فرودگاه مهرآباد هیچ پرواز خارجی نیست، ولی رفتن اونجا درخواست اعزام به غزه کردن. این بار احتیاط کردن، 7 8 کیلومتر دورتر از فرودگاه مهرآباد گفتن یهو تعارف اومد، نعمت داره ممکنه هواپیما حاضر کنم بگم بیاد برید. رفتن تو میدان ولیعصر و میدان امام حسین و جای دیگه نشستن و سخنان حسن نصرالله رو گوش کردن. اشاره کرد حسن نصرالله که ایران پشتیبانی میکنه از مقاومت، هم حزب الله لبنان هم حماس و جهاد اسلامی، اما در این عملیات اصلا نقش نداشته. اسم میگم تمام تلاشش بود که جا بندازه که به همین جد من معتقدم که یک توافق پشت پرده با آمریکایی شده که تو همین سخنرانی هم ببینید اگر قرار باشه دنیا ادعای جمهوری اسلامی رو بپذیره یا نپذیره، وقتی خامنه‌ای گفت باید میپذیرفتن دیگه. بالاخره حسن نصرالله که نفوذش در بین نیروهای نظامی و نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی بیشتر از خود خامنه‌ای نیست، خامنه‌ای به صراحت رد کرده. اگر کسی بخواد حرفو قبول کنه که آمریکایی‌ها تلاش کردن قبول کنن و جا بندازن که جمهوری اسلامی نقش نداشته، همون رو قبول میکنه. اگر هم کسی حرف خامنه‌ای رو قبول نکنه، به طریق اولا حرف نصرالله رو قبول نمی‌کنه. ولی این به گمانم این همه از چند روز قبل این همه تبلیغات کردن، نمیدونم میگم کلیپ درست کردن داره سرشو میچرخونه، نمیدونم یک نگاه احمق در سفیه میکنه، عاقل در سفیه که اینا ندارن و کلی تبلیغات کردن، همش برای این بود که امروز بیان یک فضا سازی کنن. البته من برام جالب بود که
خب من صحبت‌های حسن نصرالله رو کامل گوش کردم. اونقدری که بعضی از رسانه‌های آمریکایی تلاش می‌کنن جنبه تهدیدآمیز در صحبت‌های حسن نصرالله کشف کنم، به نظرم تو صحبتش نبود. یعنی به گمانم یه مقداری این رو هم براساس تفاهم من می‌بینم، یعنی به نظر میرسه که دولت آمریکا داره جا میندازه که برای تهدید نصرالله جدی، ولی فعلا متوقفه برای اینکه بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. خب و نهایت هم دیدید بعد از یک ساعت صحبت گفتش که صبر کنید، هر کس صبر کنه حتما به پیروزی میرسه. این چیزی که خب بخاطر فارسی خوب برای دیگه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، چون صبر کنید نوبت ظفر خواهد، نوبت ظفر چون صبر کنی نوبت ظفر آید، هم چیزی هستی که اینجا هم میگم. بله صبر کنید و به زودی هم پیروزی غزه رو ببین، خیلی برای من مهمه، پیروزی مقاومت رو، پیروزی غزه. در چند دقیقه اول صحبتش چند بار از حماس نام برد، ولی در ادامه صحبتش اصلا نامی از حماس نبود. این به نظر من خیلی مهمه، یعنی نمیخوان با توجه به اینکه اظهار نظرهای ایدئولوژیک حماس کاملا تحقیرآمیز و تمسخرآمیز و حتی اهانت‌آمیز نسبت به جمهوری اسلامی و شیعیان، خب حسن نصرالله هم شیعه است، نمیخوان خیلی سرنوشت خودشون گره بزنن به حماس، زمینی که الان نیاز دارن که اینا همشون همگی نیاز دارن برای اینکه بتونن امتیاز از دیگران بگیرن یا اهدافشون پیش ببرن. ولی صحبت‌های حسن نصرالله هم یه چیز در مایه حرفای محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که دومین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از رهبر، اونم گفتش که اگر تمام غزه رو تخریب بکنید، تمام اهالی غزه رو بکشید، اسرائیل شکست خورده. حرفای حسن نصرالله تو همین مایه ها بود، یعنی چیزی بیشتر از این نبود که حالا حوثی ها وارد شدن. تا اونجایی که من خبر دارم تا حالا یک دونه موشک حوثی ها هم به جای خیلی مهمی از اسرائیل نخورده. نمیخوام بگم در آینده اتفاق نمیفته. ببینید من یه توضیح اینجا بدم، بعضی از افراد میان میگن که اسرائیل که یه موقعی در مثلا جنگ فلان سال با 5 کشور عربی جنگید و پیروز شد، الان در برابر حماس شکست خورده یا مثلا متوقف شده. دوستان واقعا این نیست. حماس، حزب الله، جهاد اسلامی، شما به ابعاد خودشون نگاه نکنید، حاصل 30 چند سال گرسنه نگه داشتن ملت ایران هستند، تجهیز شدن به انواع سلاح و با توجه که دولت مستقر نیستند، از آبروریزی هم واهمه ندارن، بسیار از کارها میکنن که در یک جنگ روتین نمیشه. الان اسرائیل هم داره انجام میده ها، من تکذیب نمیکنم، ولی اینقدر قبلش حماس انجام داده، اسرائیل حداقل به عنوان یک دولت مستقر که حالا تلاش بعضی از دولت‌ها هم تلاش می‌کنن که به چچو حفظ کنن، ناچار باید یک ملاحظاتی داشته باشه، یک تحفظاتی داشته باشه، اما جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش ندارن. اونی که اسرائیل امروز داره می‌جنگه، اسرائیل داره با 30 سال درآمد نفتی جمهوری اسلامی می‌جنگه، نه فقط با یک گروه چند نفره. اینکه 150 هزار موشک در اختیار حزب الله لبنان، دوستان اینو، این یک ارتش بزرگه. یعنی من میگم آقا حماس ببین جلوی اسرائیل ایستاده، حماس کی باشه؟ اینو واقعا من میخوام ببین، من اصلا دنبال این نیستم که بگم اسرائیل خیلی قدرت، هیچ کسی که قادر شکست ناپذیر تو این دنیا نیست، نه آمریکا، نه روسیه، نه چین، ولی میخوام خدمت شما بگم که این توهم، حداقل طرفداران جمهوری اسلامی دقت کنن، این توهم که آقا ببین یه گروه حماس ما اینطوره، وای به حالی که اگه بخوام با جمهوری اسلامی جنگن، نه خیر، الان دارن با ثروت جمهوری اسلامی جنگن. تردید شما دارید که شما دارن با ثروت ملت ایران میجنگن؟ حتی شما یک بودجه نامحدودی رو 30 سال بگذارید برای تجهیز یک سری گروه تروریستی که هیچ گونه، دوستان دقت کنید، هیچ گونه محدودیت هم برای خودشون قائل نیستن، نه اخلاقی، نه خرج کردن، نه هیچ، از جیب دیگران داره میره. اینو خواستم دوستان دقت کنن، اصلا اینطور نیست که دوستان فکر کنید که حالا حماس داره اسرائیل داره با حماس میجنگه. این تصور من از این جهت اینو دارم میگم که ممکنه سری افراد در داخل ایران دچار این حماقت بشن که آقا نگاه کن اسرائیل و آمریکا حریف حماس نشدن، حریف جمهوری اسلامی که حتما نمیشن، پس بریم گندگویی‌های جمهوری اسلامی رو تحمل کنیم. و دوستان عزیز، این کل توان جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله هم دنبالشه، درسته تکذیب میکنن ولی پیشاپیش تجهیز کردن. یه نکته برای کسانی که خیلی میگن ما به لحاظ انسانی نگاه میکنیم، ما کاری به حماس نداریم، ما نگران مردم غزه هستیم، من اتفاقا واقعا نگران مردم غزه، ولی شماها دروغ میگید. بسیار از کسانی که در داخل کشور یا خارج از کشور، به خصوص چپول ها،
من اینو اصرار دارم میگم، به خصوص چپولایی که میگن به خاطر مسائل انسانی میگیم، چرا در مورد اویغورهای چین هیچ چی نمیگن؟ آمارهای مختلفی در مورد اویغورها هست که حتی تا 20 میلیون نفر میگن اینا جمعیتشون هست، ولی آمارهای خود دولت چین میگه 7 میلیون 700 هزار نفرن و بر اساس همون آمارها 43% چون مسلمان، یعنی حدود 3.3 میلیون مسلمان اویغور دولت چین مردهاشون رو عقیم کرد، مسجدهاشون رو خراب کرد، زندانی کرد، اعدام کرد. چرا یک کلمه کسی حرف نمیزنه؟ چرا حتی چپول ها اسم مسلمانی چی؟ حدود 7.7 میلیون اویغور اهم از مسلمان و غیر مسلمان دولت چین سرکوب کرد. این چپول ها کجا اعتراض بکنن؟ پس دروغ میگن. من قبلا گفتم اینا که اصلا اعتقاد به میهن ندارن، اینا دنبال جهان وطنی هستن. ولی اگر واقعا بحثشون بحث انسانیه، چرا یک کلمه تاره شنیدی شما در مورد اویغورهای چین حرف زدن، چپول ها یا حزب الله یا یه دم را میفتن میگن که اویغورها گرایش داعشی دارن؟ بسیار خوب دارن. مگه حماس کمتر از داعشه؟ کارهایی که حماس در این مدت در اسرائیل کرده واقعا کمتر از کارهای داعشه؟ اگر داعش صفتی بده، شما هم حق ندارید از حماس دفاع کنید. تازه دفاع میکنم میگن البته حماس هم کارهای زشتی انجام داده است. به اسرائیل که میرسن میگن جنایت کرده، به حماس میگن البته حماس هم کارهای زشت و نامناسبی انجام داده است، کارهای اشتباهی انجام داده است، حماس هم اشتباهاتی داشته است. تا این حد اکثر. اما در مورد سرکوب اویغورها در چین، سرکوب مسلمانها در روسیه، حتی اون یک کلمه رو هم نمیگن. نه مزدوران علنی جمهوری اسلامی، نه چپول هایی که حامی خجالتی جمهوری اسلامی هستن. اگر پیدا کردید این کسانی که این مدت بیان امضا کردن، شما برید یک خط از آنها پیدا کنید که در مورد سرکوب مسلمانان اویغور یا کلا اویغورها، مسلماناشون در مورد حدود 3.3 میلیون بیشتر هستن. این حداقل آمار، من بر اساس آمارهای رسمی دولت چین دارم میگم که گفته که 7 میلیون حدود 700 هزار تا اویغور داره اون استان، اسم استانشون رفت که حالا به هر حال از اونها 43% چون مسلمانن. یک طایفه دیگه هم هستن که اونها هم در همین حدود جمعیتن، اونها هم 45% چون مسلمان، ولی کاری ندارن. ولی اویغورهایی که رسما سرکوب شدن، بقیه مسلمان هم سرکوب شدن. شما از مسلمان ها که در این بیانیه های اخیر هستن دلشون برای بچه های غزه میسوزه و یک کلام در مورد اون چه در ایران اتفاق میفته، در مورد فاطمه سپهری، در مورد دیگران چی نمیگن، اونا از اونها گرفته تا چپول هایی که ادعای انسانیت میکنن و با مسلمان های دو آتشه خداپرست بیانیه مشترک امضا میکنن. بپرسید آیا تا از خودشون بپرسید آیا تا حالا یک کلام در مورد کشتار مردم اویغور صحبت کردن؟ تازه خیلی تفاوته آنچه در غزه داره اتفاق میفته، فیلماشو سی ان ان آمریکا هم پخش میکنه، اما شما یک کلیپ 30 ثانیه‌ای از وضعیت اویغورهای چین ندارید، به خاطر اینکه دولت آدمخوار اونا رو سرکوب کرد. حالا باز اینجا دوربین ها هست، رسانه ها هست، در داخل خود اسرائیل بعضی از گروه های حقوق بشری فعالن. میخوام خدمت شما دو نکته رو خواستم بگم. نکته دوم از جد، اونهایی که میگن ما به خاطر مسائل انسانی کاری به حماس نداریم، به خاطر مسائل انسانی، دروغ میگن. اگر دروغ نمیگن تا حالا نکردن، الان میان در مورد اویغورها هم نظر بدن، در مورد شیعیان پاراچنار پاکستان هم نظر بدن که چون جمهوری اسلامی به خاطر بعضی از کارهایی که داره با سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستان همکاری میکنه، کاملا در برابر سرکوب سازمان یافته شیعیان پاراچنار پاکستان سکوت کرده. در مورد داغستان شوروی روسیه هم که هیچ. خب ممنونم، شب و روزتون خوش دوستان. اگر مطالب رو قابل لایک میدونید لطفا لایک کنید، کامنت حداقل یک کلمه به زبان انگلیسی، سابسکرایب دوتا کانال. شب و روز همتون خوب و خوش تا برنامه بعدی اگه عمری بود. خدا نگهدارت. برگشتیم با بخش دوم، و بخش دوم امروز وای سازمان سینمایی اومده شرط گذاشته برای بازگشت بازیگران و لغو ممنوع الکاریشون. خیلی راحت میتونین حدس بزنین چی هست. بله، اعتراف اجباری.
در پی اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممنوع الکار کردن شماری از بازیگران زن سینمای ایران به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری که اعتراض گسترده تشکل‌های سینمایی به این ممنوعیت‌ها را به دنبال داشته، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی بار دیگر از اقدام خود در منع فعالیت بازیگران زن دفاع کرده اند و سینماگران را به راه‌اندازی کارخانه بیانیه نویسی متهم کرده اند. رئیس سازمان سینمایی همچنین به طور تلبیهی شرط رفع ممنوع الکاری بازیگران زن را عذرخواهی آنها به خاطر کشف حجاب عنوان کرد. محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی به طور تلویحی رفع ممنوع الکاری بازیگران و چهره‌های سینمایی به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را مشروط به عذرخواهی و عوض کردن رویه‌شان کرد. خزائی گفت اینکه کسانی که کشف حجاب کردند نمی‌توانند بازی کنند چیز جدیدی نبوده و الان هم اعلام نشده. 50 بار سال گذشتم اعلام شده بود، مگر اینکه آنها رویهشان را عوض کنند. رئیس سازمان سینمایی افزود که این بازیگران و سینماگران ممنوع الکار باید رویهشان را عوض کنند، بگویند ما نمی‌خواهیم اینطوری باشیم و قوانین را زیر پا بگذاریم، اما تا وقتی که به کشف حجاب پافشاری دارند قطعاً برایشان هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. رئیس سازمان سینمایی همچنین در پاسخ به اعتراضات سینماگران درباره ممنوع الکاری شماری از بازیگران به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری با تاکید بر اینکه سازمان سینمایی تابع دستورات قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی است، خطاب به سینماگران معترض گفت اگر همکاران ما در سازمان سینمایی متناظر به قوانین و دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌کنند، کسانی که کشف حجاب کردند ایستادن پای این قضیه و تا وقتی مرتفع نشه نمیتونن کار کنن. این موضوع واضح و آشکاره. چرا اینقدر سختش میکنین؟ اشاره محمد خزائی به اظهارات حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، که در اول آبان ماه اعلام کرد بازیگرانی که کشف حجاب کردن به دلیل محدودیتی که براشون وجود نداره نمیتونن تو فیلم‌های سینمایی بازی کنن. حبیب ایلبیگی افزود آثار قبلی این بازیگران به تدریج منتشر میشه که مالکان فیلم ها متضرر نشن چون سرمایه زیادی خرج شده، ولی خود این بازیگران از این به بعد نمیتونن تو فیلم جدید بازی کنن. پس از آن محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه 3 آبان در اظهاراتی ممنوع الکار شدن شماری از بازیگران سینما به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را تایید کرد و گفت درباره ممنوع الکار شدن بازیگرانی که کشف حجاب کردند ما قبلا هم اعلام کردیم که حجاب قانونه و ما قانون رو اجرا می‌کنیم. وزیر ارشاد اسلامی تن ندادن به حجاب اجباری را عدم اجرای قانون دانست و تاکید کرد کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی کنند امکان پذیر نیست. در واکنش به اظهارات وزیر ارشاد و معاون سازمان سینمایی، اما محمد مهدی اسگرپور، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، با اعتراض به ممنوع الکار شدن شماری از بازیگران زن به خاطر سرباز زدن از حجاب گفت بر مبنای کدام قانون این دستور داده میشه؟ همین جوری که نمی شود جلوی فعالیت کسی را گرفت و اصلاً بر مبنای قانون اساسی چون این چیزی میسر نیست. رئیس هیئت مدیره خانه سینما همچنین افزود در بین کشورهای صاحب سینما تنها کشوری هستیم که چون این ممنوعیت‌هایی را برای سینماگران به وجود آورده. در چنین شرایطی محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی، در یک برنامه تلویزیونی بار دیگه از ممنوع الکار شدن شماری از بازیگران زن دفاع کرد و همزمان بازیگران و سینماگران معترض رو یک اقلیت 100 نفره خوند. اسامی بازیگران زن سینما که به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری توسط وزارت ارشاد ممنوع الکار شدن به طور رسمی اعلام نشده، اما به نوشته رسانه‌های حکومتی ایران از جمله همشهری آنلاین، بازیگرانی چون باران کوسری، ویشکا آسایش، ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، پانتا بهرام، فاطمی معتمداری یا گلاب آدینه، افسانه بایگان، هنگامی قاضیانی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی و شقایق دهخان از جمله بازیگران سرشناسی هستند که ممنوع الفعالیت شدند. و در نهایت اینکه سینماگران زن در جریان جنبش زن، زندگی و آزادی،
نقش پررنگی در حمایت از اعتراض ها داشتند و تعدادی از اونا برای نمایش همبستگی خود با معترضان حجاب اجباری رو کنار گذاشتن و شماری از این بازیگران هم برای مدتی توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت و تحت تعقیب بودند. دوستان همیشگی کانال، به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنین. تا برنامه بعد، بدرود.